العالم الجدید در گزارش تازه‌ای گفته نوار مرزی مین گذاری شده بین عراق و ایران جان هزاران نفر را به ویژه در ایام نوروز تهدید می‌کند. این روزنامه عراقی نوشت از دورترین نقطه جنوب عراق تا دورترین نقطه شمال آن در مجاورت‌های مرزهای با ایران منطقه امتداد دارد که مساحت آن به بیش از 1400 کیلومتر می‌رسد. این منطقه پتانسیل تبدیل به پروژه‌های سرمایه گذاری و زمین‌های کشاورزی را دارد، اما میدان‌های مین منتشر شده در امتداد این منطقه مانع از استفاده چنین پتانسیل‌هایی می‌شود. به نوشته این روزنامه، اگرچه نیروهای عراقی برای پاکسازی این منطقه از بقایای جنگ تلاش می‌کنند، اما آنچنان این منطقه مملو از مین‌های عمل نکرده است که جان هزاران نفر از ساکنان آن مناطق را تهدید می‌کند. بر اساس آمار و ارقام رسمی، استان واسط در کنار استانهای بصره، میسان و دیاله حاوی بیشترین میادین مین‌های عمل نکرده است. عراق یکی از آلوده ترین کشورهای جهان از حیث مین‌های عمل نکرده است و دارای حدود 25 میلیون مین است. برخلاف استانهای جنوبی که به مین‌های بازمانده از جنگ عراق و ایران آلوده است، استان دیاله علاوه بر این از بسته‌های انفجاری، مواد منفجره و بقایای جنگی بازمانده از گروه‌های تروریستی نیز رنج می‌برد. این فقط شامل مناطق مرزی نمی‌شود، بلکه زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها، روستاها و مناطق مسکونی حاشیه شهرها را نیز شامل می‌شود.